سرخط خبرها تبرزدی خامنه ای هیچ کار است کشور در کنترل یک باند اقتصادی امنیتی و نظامی است استفاده از مرقد خمینی به عنوان مکانی برای روابط نامشروع جنسی و حمله اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار تبرزدی این هیچ کاره است کشور در کنترل یک باند اقتصادی امنیتی و نظامی است تبرزدی خامنه یک اکنون مدت به یک نماد تبدیل شده است هدایت دفتر او و امور کشور با دستگیری مشتبه خامنه ای در رست یک باند اقتصادی امنیتی و نظامی است هسته اصلی این باند را نیروی قدس و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در رست یک شبکه قدرتمند اقتصادی تشکیل می دهد ظاهرا امر این است که این باند موجود دستورات خامنه ای است اما خامنه ای عملا هیچ از هر چند نقطه اشتراک این باند و علی دشمنی خونین آنان با اسرائیل و غرب و ارزش های جهان شمول دموکراتیک است در آخرین سخنرانی تصویری خود علی خامنه ازارات بعضا سوال برانگیزی کرد او گفت مراسم 22 بهمن امسال عجیب خودجوش و حقا تحسین برانگیز بود و بر اساس گزارش هایی که به او دادن در اغلب استانها جمعیت از سالهای پیش بیشتر بوده است خامنه ای همچنین مدعی شد که پیشرفت علمی ایران از همه دنیا جلوتر و سرعت و شتاب این پیشرفت ها چندین برابر متوسط جهانی بوده است او از ثمرات این پیشرفت شتاب آلود علمی را تولید انواع واکسن کرونا در کشور دانست که به ادعای او بینیازی کشور را از دست راست کردن مقابل کشورهای تولید واکسن باعث شد با شنیدن یا خواندن این دست سخنان اولین سوال که در ذهن نقش میبندد این است که رهبر جمهوری اسلامی واقعا بیاطلاع از واقعیت هاست یا به رغم آگاهی از واقعیت ها چنین سخنانی ایراد می کند امروز او حقیقتاً چه کاره است و چه نقش و جایگاهی در ساختار قدرت دارد نشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در پاسخ به این پرسشها و پرسشهای دیگر از جمله گفته است ادعاهای اخیر علی خامنه مطالبی نیست که نتوان راستی یازمایی کرد که او میگوید در راه های 22 بهمن امسال جمعیت در سراسر کشور بیشتر از سالهای گذشته و در عین حال تحسین برانگیز پرشور و حماسی و غیره بوده نه فقط خلاف واقعیتی است که همه میدانند و دیدن بلکه حتی کز بودن آن را گزارش های خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی اثبات میکند امسال اتفاقا بنابر تصمیم خود برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا هیچ راهپیمایی در کشور برگزار نشد و تنها در چند شهر از جمله تهران برخی موتور و سواران و خود و سواران به خیابان ها آمدند ممکن است علی خامنه ای قصد داشته باشد با چنین ادعاهایی به قول خودش علیه تعجم تبلیغاتی دشمن از خود مقاومت نشان بدهد بعید نیست که او اصلا دچار توهمات شدید شده باشد و گمان می کند که واقعیت ها همان هایی است که او در اوهام و تصورات خود می بیند و ممکن است حتی این اظهارات نتیجه نوعی لجاجت باشد که خصیصه ذاتی رهبر حکومت ایران است و با قبولت سن رو به شدت نیز گذاشته است اگر این سخنان بر اساس گزارش هایی که به او میدهند ایراد شود میتوان گفت که کل این گزارش دروغ است خاطرم هست که 20 سال پیش از دفتر خامنه این خبر بیرون آمد که اخبار رادیو اسرائیل را عمدن به او نمیدهند چون او را به واکنش و میدارد و این اصلا به صلاح او نیست به ویژه اینکه اسرائیل هم به این موضوع پی برده بود در واقع و این بر کسی پوشیده نیست سالهاست که مشتبه خامنه اداره دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بر دارد از این منظر وضعیت خامنه ای شب آخرین دوره ی حیات آیت الله خمینی است در آن موقع هم احمد خمینی دفتر آیت الله خمینی را گردند. خمینی هم در آن زمان مثل رهبر کنونی جمهوری اسلامی بالای 80 سال سن داشت و همه میدانند که در چنین سنینی اذیت جسمی و روحی آدم اساسا اجازه نمیدهد به وظایفی از نوع وظایف رهبر جمهوری اسلامی باشد بی دلیل نیست که علی خامنه اکنون مدت هاست به یک نشانه و نماد تبدیل شده و کل موجودیت او به ایراد سخنرانی هایی خلاصه شده است که هم از گاه برای وی ترتیب میدهند به عنوان نمونه در همین سخنرانی اخیرش ای مدعی شد که تولید واکسن داخلی کرونا کشور را از دست دراز کردن در مقابل دیگران بینیاز کرد در حالی که اولا خود او از آغاز با ورود واکسن خارجی به کشور جلوگیری کرد و ثانیا کسانی که همانند من در ایران زندگی میکنند میدانند که در کشور مردم واکسن داخلی برکت و نزاگیر آن را استفاده نمیکنند زیرا کمترین اعتمادی به آنها ندارند بنابراین کسی که تا این حد دچار فراموشی شده است و از واقعیتها کاملا برید است نمیتواند هم در وضعیت موجود اداره کننده امور کشورها باشد در واقع اداره امور دفتر رهبر و کشور در دست فرماندهان سپاه پاسداران و دستیاران که خود او در دفترش به کار گمرده است همانها هم هر از گاهی او را می و نشان می دهند تا بگویند که هنوز زنده است و حرف هم می هرچند با این کار آنان نشان میدهند که رهبر حکومت اسلامی کاملا با واقعیت های جاری کشور بیگانه است در از فایل صوتی محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران به ما میگوید که کسانی که امروز اداره امور و هدایت دفتر علی خامنه ای را بر دارند دارند همانهایی هستند که به دستور علی خامنه ای باید 90 درصد درآمدها در درون سپاه پاسداران فقط به آنان تعلق بگیرد یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران که تا پیش از این هدایت آن در دست قاسم سلیمانی بود و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست حسین طائب این نیروهای نظامی و اطلاعاتی امروز کلی مقدرات کشور را در دست دارند و از طریق مشتبا دست بالا را در دفتر رهبر به دست آوردن. همین همینها هستند که گزارش های خوشایند رهبر را درباره اوضاع جامعه و منطقه برای او تهیه میکنند حتی سردار حسین سلامی در درون سپاه پاسداران هیچ کاره است او نه درایت و نه داشتن لازم برای انجام وظایفی را دارد که رسما به او واگذار شده است تصمیم گیرندگان اصلی سردارانی هستند که از طریق قرارگاه ها به ویژه قرارگاه خاتم الانبیا و بنیادهای مختلف به ویژه کمیته فرمان امام به ریاست محمد مخبر سکان اقتصادی کشور را در دست دارند در واقع هدایت کشور در دست یک باند اقتصادی امنیتی و نظامی است که در هر سه حوزه و به تبع در خود بیت رهبری با عز مشتبه خامنه ای دست بالا را پیدا کردند ظاهرا امر این است که این باند مجری دستورات علی خامنه است اما این فقط ظاهر قضایا است علی خامنه ای عملا هیچ کار است و نقش او در قدرت کاملا ظاهری و نمادین است البته آنچه سلطه گه این باند را در رأس حرم قدرت تصمیم ساخته مواضع افراطی شخص علی خامنه ای از دوره جوانی و میانسالی تا امروز است علی خامنه ای همواره دشمن خونی اسرائیل بوده و همواره به شدت با غرب و ارزشهای جهان شمول دموکراتیکان مخالف بوده است این ضدیت دو جانبه نقطه اشتراک او با همان افراد و سرداران است که امروز اداره دفتر رهبری و به طبع اداره کشور را بر دارد یعنی کسانی که ادامه دهندگان خط ستیز با اسرائیل و آمریکا هستند اینان همان کسانی هستند که 20 سال پیش از سوی خود خامنه ای به کار گمارده شدند و در رس مناسب و مسئولیت ها قرار گرفتند و واضح است که امروز با گزارش های کاملا وارونه درباره موفقیت های کذاییشان در داخل یا در سوریه و یمن خود خامنه ای را در پی گرفتن این سیاست خصمانه علیه غرب و اسرائیل تشویق می کنند. میخواستیم قبر امام بزرگوار را بزرگترین سرویس بهداشتی منطقه کنیم اما محمد مهدوی فر نظر بهتری دارد محمد مهدوی فر تخریبچی و قواس جنگ تخریب شهر نو روز خانه ها به دستور امام خمینی باعث شد تجاوزات به اون گسترش یابد حکومت آینده با توجه به امکانات موجود میتواند مرقد امام را برای این منظور اختصاص دهد لازم است نشه متحره ایشان به جای مناسب انتقال یابد که آنجا را می توان تبدیل به سرویس بهداشتی کرد. آیا اسرائیل اخیرا به تاسیسات نظامی ایران حمله کرده است؟ موساد با بکارگیری سه موج تهاجمی هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری به یک پایگاه لوجستیکی سپاه در کرمانشاه حمله کرده است حساب تویتری ورد نیوز اسرائیل که متمرکز بر تحلیل اخبار خاورمیانه است با انتشار تصاویری ادعا کرد که اسرائیل اخیرا به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در استان کرمانشاه در غرب ایران حمله کرده است به گفته ورد نیوز اسرائیل سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل موساد در شبهای 13 و 14 فوریه با بکارگیری سه موج تهاجمی هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری به یک پایگاه لوجستیکی سپاه در کرمانشاه حمله کرده و تعدادی از ساختمانهای آن را تخریب کرده است به گفته این حساب توییتری موساد این عملیات را در واکنش به حمله پهبادی سپاه پاسداران به اسرائیل از غرب ایران توسط حداقل دو پهباد انفجاری انجام داده است ارتش آمریکا این پهپادها را روز شنبه گذشته انگام عبور از فراز اربیل در شمال عراق سرنگون کرده است پس از این حادثه نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل تحقیقات مشترکی آغاز کردند که معلوم کرد این هواپیماهای بدون سرنشین از مقصد ایران به منظور ضربه زدن به اسرائیل در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه ارسال شده بودند به گفته ورد نیوز اسرائیل این اولین بار است که سپاه پاسداران از این هواپیماهای بدون سرنشین جدید استفاده می کند و ظاهرا قرار است تعدادی از همین نوع پهپادها را در اختیار یکی از نیروهای نیابتی ایران در نوار غزه و کرانه باختری نیز بگذارد